سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهادم متاسفانه همچنان ماماست سلام نشسته اینجا شمب شمب ما هنوز اون یه شمبه این یک شنبه چرا تمام نه فرهاد میگه این نه ها فرهاد اصلی عمر جمعه به هزار سال میرسه همطوری هی کم فرهاد اصلی آره, <applause> آره. مثل زاخر اصلی دیگه شما آه. فرهاد اصلی آه. جونم براتون میگه که اپیزود 205 ایم ما چی؟ 205 234 درسته 205 205 بعد درست گفتم از اولش اپیزود 205 هستیم و با اپیزود کارون برگشتیم ما اپیزود قبلی که رفتیم بین دو تا اپیزود کلی خندیدیم و اینا کلا چیزمون عوض شد مرسی همون یه هیم. تیکه عوض شد با سبانی خنده و خیلی ممنون تشکر کنید از خانواده برای سارو دلگی خیلی پر مردی که برسید جای تشکراتونه خب داره زب میشه برنامه نه زشت دیگه ادامه بدید خب برو برو دیگه نمیشه که نه برو برو نفس همیق خواهی من برم اون جمعه های اولشو بگو دیگه خیلی تمام چه خود کارون جد چی برام آوردی بگو ببینم آره امروز میخوایم با میمون شروع کنیم خب به نظرت کاربرد اصلی میمون چیه؟ نماد چیه میمون خوش خوش چرا دیگه ادا در میاره ادا در میاره دیدی مثلا این چیز میکنه بارو در گریه میکنه یک شمش واسه کسایی که نه بیا بیا بدم جدی باشین دیگه یه قضیه الان همه کسایی که گوش میدن صد درصد پاس کردن اگر که هنوز این گوش میدین خیلی باحالی شما موندگار نه آره بب اینو گوش بدین زحمت کشیدیم روش مطالب خوبیه یه قضیه هست بشین اقل جدی باشید دیگه از اینجا به بعد یه قضیه هست بهش میگن قضیه میمون نامتناهی چیه داستان میگه اگه یه میمون به صورت نامتناهی ببین نامتناهی بودنش خیلی مهمه یعنی آها. به صورت نامتناهی تایپ کنه همینجور بی‌نهایت زمان همینجور اش کنه میگه به احتمال قریب به یقین قریب به یقینش هم روش تمرکز کنید دقت مهمیه یعنی ریاضی میده میگه هر متنی مثلا حتی آثار ویلیام شکسپیر رو هم میتونه تایپ کنه اه. یعنی میگه یه میمون ها توی تایم بی‌نهایت بندازی پشت درست. ماشین تایم یه روزی میتونه مثلا متنای ویلیان شکسپیرم هم یکی از متناش مثلا اون میشه درست اینو خلاص ساده شده شما مثال بزنم که چرا این اتفاق میفته از لحاظ ریاضی کلمه ایمان رو در نظر بگیرید انگلیسی شو فیس نه -M -M. ایمان آه ایمان آه ایمان. آه ایمان. آه ایمان. آه ایمان. آه ایمان آره یه کلمه چهار حرفیه خب آه. ما میمون رو میندازیم پشت کیبورد حالا کیبورد مثلا 60 تا دکمه داره خب اینو میندازیم همینجوری تایپ کنه احتمال اینکه کلمه ایمان رو درست تایپ کنه یک به روی 60 به توان چهاره چرا به خاطر اینکه چهار تا کلمه داره چهار تا حرف, هرشان. داره ایمان به احتمال یک شستم حرف اول رو درست تایپ میکنه میمونه آی میزنه به زب داره احتمال یک شستم M رو درست میزنه یک شستم A و یک شستم ان پس احتمال اینکه کلمه ایمان رو درست بزنه کاملا تصادفی تای کنه میمونه یک بر روی 60 به توان چهار. چهاره. خب پس احتمال اینکه ایمان رو تایپ نکنه میشه یک منهای این دیگه چون مجموع احتمالا همیشه میشه یعنی یک منهای یک بر روی شست به توان چهار ایمان رو درست تایپ نمیکنه یه چیز شروبر دیگه ای تایپ میکنه اولش که خندیدیم الان داره ریاضی درس میده مان یادت راهنمایی افتادم خب نه آره. خب. خب؟ خب. 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 این ریاضیش اینجا تمام میشه حالا اگه این قضیه N بار تکرار بشه n باری که از هم دیگه احتمالی که تو این N بار ایمان تایپ نشه آها ببین یک منهای یک شستون به توان چهار احتمال بالاییه یعنی به احتمال خیلی زیاد ایمان رو تایپ نمیکنه. نمی ولی حالا اگه این قضیه n بار تکرار, تکرار بشه اینا توی هم دیگه ضرب میشه یه عدد کوچیک‌تر از یک n بار تو خودش ضرب شه این n که به بینهایت بره به صفر میل میکنه <متحد> این اون به احتمال قریب به یقینی که تو اولش گفتم از اینجا داره میاد پس اگه این قضیه n بار تکرار باشه و n بره به سمت بینهایت به احتمال قریب به یقین میمونه ایمانو تایپ کرده <متحد> حالا اینو بستش بدیم میگیم مثلا کتاب ویلیام شکسپیر رو مثلا یکی از کتاباشو تونسته یکی از رو مثلا میمونه تو بی نهایت بار یا بی نهایت و میمون رو بذاریم یکیشون این, این کار رو انجام میده حالا اینجا که میگن میمون چرا میگن میمون ما... واقعا منظورشون میمون نیست از میمون منظورشون اینه که یه چیز تصادفی یه فرایند کاملا تصادفی بدون هیچ دلیل و منطقی مثلا تایپ کنه خب از رندوم کامل آره حالا یه آزمایش دیگه در نظر بگیریم ذهنمون یه ذره با میمون و کار آشنا شد شما یه میمون رو بذار بعد جلوی این میمون اسم تمام شرکت هایی که توی بازار بورس هستن هم بذار مهم. خب هم اسمشون رو مثلا بعد حالا بهش یه وسیله دارتی چیزی بده پرتاب روی اینا آره این میمونه هر کدوم که این دارتو که پرتاب کرد روی هر کدوم از این شرکت ها افتاد ما میریم اونجا سرمایه گذاری میکنیم درسته خب ات... یعنی میدیم دست... اه... کارمون رو دست میمونه کارمون رو دست میمونه خب شاید باورتون نشه اومدن اینو با میمونای مجازی تست کردن حالا آه. به جای میمون رندوم خب؟ از تو اینستاگرام آوردن میمونای <تصفح> 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 مجازی فقط اینو... تو اینستاگرام تو ایران داریم با الگوریتمای کامپیوتری اومدن انجام دادن بین سال 1968 تا 2011 1968 و 2011 69, 68, خب برد آرا. برد آرا. یعنی یه بازه مثلا 43 تل... ساله مناسبی بوده خب اومدن ده میلیون پورتفولیو رندوم درست کردن پورتفولیو یعنی چی یعنی تو بازار سهام شما یه سبد درست میکنی خب مثلا سهامش تو سبد آره چرا تو مرغات رو میچینی تو سبد مثلا سهام مایکروسافت رو میذاری اپل رو میذاری مثلا بوئینگ رو میذاری من... نمیدونم ایران خود رو میذاری ایران خود رو سایپا اینا رو میذاری توی اون این میشه یه سبد اومدن ده میلیون تا پورتفولیو تصادفی <مت> کاملا تصادفی میمون میمون وار درست کردن بعد اینا رو از سال 1968 تا 2011 ترکش کردن یه سال میتونم بپرسم تمام کمپانی که توی بورس هستن هم همه هم بهشون اکسس داشتن یعنی آره میتونستن آره. بخرن آره. هر چی بوده رو میتونستن که برای آره. عموم آره. 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 نه هرچی نه هزار تا کمپانی رو انتخاب کردن بره. بعد اومدن ده میلیون تا پورتفولیو مختلف از این هزار تا توی هر کدومش فرض کنید مثلا سی تا شرکت بود بره. هر کدوم از این ده میلیون تا بره. یعنی ده میلیون میمون گذاشیم. این میمون ها هر کدوم برای خودشون یه بره. پورت یه سبد درست کردن خب بعد من اومدم نمودار اینو من دیدم که چه اتفاقی افتاده توی این بازه دیده چلو. که میگه اوه. آره چهل و سه ساله توی یه بازایی زمانی بوده که تمام این ده میلیون میمون داشتن شاخص بازار رو بیت میکردن یعنی رو پولشون رو بیشتر از شاخص بازار رشد داده بودن حالا یه توضیح من به شاخص بازار بگم خب خیلی آشنای. شاخص بازار رو توضیح داده من خودم شاخص آره مثلا ببین بازارای بورس مختلف میان یه چیزی رو تعریف کنم به اسم شاخص مثلا ما یه شاخصی داریم S&P 500 <تصفح> <تصفح> که این میاد 500 تا شرکت بزرگی که توی بازار بورس آمریکا هستن رو به عنوان شاخص در نظر میگیره اگه مثلا میانگین حالا وزن داره رشد سهام این شرکت ها توی یه روز مثبت باشه میگن شاخص مثلا مثبت یه درصده منفی باشه میگن فلان که حالا توی بحران اقتصادی که شد مثلا شاخص بورس تو یه روز 20 درصد سال 2008 که افتاده تو یه روز مه. که خیلی چیز وحشتناک آره شاخص در واقع روند کلی بازار رو نشون میده خیلی چیز قابل اعتمادیه یعنی نرفتن سهام یه شرکت رو فقط بردارن دو تا شرکت رو 500 تا شرکت بزرگ آمریکایی رو برداشتن اون در واقع یه گزارشی از وضعیت بازار حالا شاخص بورس های مختلف داریم رنگ رخسار است که خبر میده از سر در اون. آره مثلا آه. شاخص چین رو داریم که الان توی مثلا به خاطر بحران این ویروس شاخصشون میفته هی آه. به خاطر اینکه حالا بالاخره مشکلاتی که به خاطر ویروس هست پس این شد شاخص حالا این ده میلیون تا چیز میمون توی بازاری من دیدم که صد درصد یعنی همه یه ده میلیون پورتفولیو دو شاخص بازار رو بیت میکرد درست در بعضی بازه زمانی آره تو بازه خیلی طولانی مدت حالا درست نمودارش اگه دیدید متوجه بشید یه ذره عدد بیشتر بگم شاخص بورس اگه سال 1968 100 دلار توش اینوست میکردن سال 2011 میرسید به 5000 دلار میانگین میمونا 100 دلار کرده بودن 8700 دلار <متحدث> یعنی شاخص شده دلار از سه و هفتصد از شاخص زدن جلو دولا. از هر چهار تا میمون یه دونش صد دلار کرده بود نه هزار و دلار و ده درصد میمون ها صد دلار کرده بودن نه هزار و پونصد دلار عالی شد الان ما اگه تو سداسیما سیما بودی یه سوال دیگه بپرسم بذار اینو بگم سداسیما بودی ایمان مجری سداسیما بود یه تیکه با نمک مینداخت که بریم پس ما بریم میمون بیاریم برای آره. سرمایه گذاریمون بریم, بریم و از واقع وش یه میمون بیاری در صورتی که علی جان میمون بیار حالا چند درصد اونا از شاخص بازار پایین تر بودن ببین نمودار نرمالش اینه توی چند آه. تا استاندارد دیوییشن از میانگین بله بله. اینا هنوز از شاخص جلوترن این نمودار رو کجا میتونم پیدا بکنن دیگ. میتونیم بهشون بزنیم سرچ کنید میمون اینوستمنت نمیدونم فاند منیجر میاد حالا میذارم آره آزمایش معروفه میذارن که بسی ازم خواهش کنی بگی لطفا بذار میذارن که آقا پس این شد دستاورد شماره یک این قسمت ما میمون شاخص بازار رو بیت کرد میمون از شاخص بازار بهدل عمل کرد توی بازی 43 ساله یه توش بحران اقتصادی هم بوده حالا دلیل که این اتفاق میفته من نگاهی کردم ببینم چرا داره این اتفاق میفته دلش اینه که اون ها چون دارن رندوم این کار رو انجام میدن میدونید سهام شرکتی که خیلی بزرگه کمتر بالا و پایین میشه سهام شرکت بزرگتر ریسک کمتری داره سهام کمتر. آره کمتری میکنه سهام شرکتی که کوچیکه ممکنه بیشتر بالا پایین شه اصطلاح احت... اه... پنی شاید شنیده باشید <applause> اون فیلم وال استریت آره اون اینجوری پولدار شد میرفت توی یه سری پنی استاک سرمایه‌گذاری می‌کرد مثلا یه سنت خریده بود یهو این مثلا میشد یه دلار هم میشد سهامش هر صد برابر شده بود پولش وال <applause> آره اتفاقی که میفته با میمونا اینه اینا توی سبدشون یه عالمه از این کمپانی کوچیک ممکنه باشه که تو بلند مدت رشد خوبی کردن باید. ولی توی شاخص بازار این کمپانی کوچیک ها احتمالا جایی ندارن بنابراین این میتونه شاخص بازار رو شکسته بده پس دستاورد شماره یکی این قسمت میمون شاخص رو بیت کرد بیت خدا روش. مرسی میمون خب میریم قسمت دوم دو تا مفهوم هست <تصفح> توی حالا سرمایه گذاری اکتیو یا پسیو اینکام اینوستمنت آره اکتیو چیه اینه که یه فرد خبره یه پولی رو از شما میگیره که سرمایه شما رو رشد بده یه درصدی از پول شما رو برمی‌داره مثلا دو درصد سه درصدی که شما میخواید سرمایه گذاری کنید و این بر خودش برمیداره که این پول رو رشد بده این در راستای سرمایه گذاری دیگه یعنی اکتیو اینوستمنت جای دیگه هم میشه به کار بره آره یه سرمایه گذاری آره. آره. که مثلا توی بحران سال 2008 اونی که در واقع حسابی که اون سبدی که داره به صورت اکتی مدیریت میشه مثلا ممکنه حالت تدافعی به خودش بگیره به جان که توی بازار بورس سرمایه گذاری کنه مثلا میره اوراق مشارکت بیشتری میگیره میره مثلا توی مانی مارکت تدافعی میگه که ضرر رو کم بکنه خب بله این میشه پس اکتیو اینوستمنت یه آدمی دا. یه پولی رو میگیره یه فاند منیجری در واقع یه پولی رو میگیره که مدیریت کنه اون سبد رو. یه فعالانه یعنی کارش اینه که هر روز آره. چک کنه و آره. هر روز این سبد رو بالا پایین میکنه یه سری سهامو احتمالا وارد میکنه یه سری خارج میکنه وزن اینا رو بالا پایین میکنه که مثلا پول بهتر روش کنه هدف چیه میگن که مثلا یه میوتشال فاند یه سبدی از سهامی هست که هدفش اینه که مثلا شاخص فلان شاخص رو بیت کنه مثلا S&P 500 رو ازش جلو بزنه از سودی که اون داره میده درست. هدف اینه درست. هدف اونایی که اکتیو منیج میشن پسیو چیه یه سری الگوریتم کامپیوتری هن. که اونا هدفشون این نیست که شاخص رو شکست بدن ازش جلو بزنن هدفشون اینه که شاخص باشن یعنی یه سبدی باشد. درست, درست آقا <laughs> نه هدفشون اینه که خود شاخص رو دنبال کنن شاخص رو نه واسه خودشون شاخص باشه مثل خود شاخص باشن <applause> آره بل. چون شاخص آشتاره. بورس رو تو ایندکس رو که نمیتونی بخری آه. آه. یه سبدی درست میشه که کپی داره... کوپیه اونه کپی اونه داره آه. اونو میرر میکنه مثلا آه. آه. خب آكی. اینا الگوریتم کامپیوتری ان آدم توش دخیل نیست ممکن حالا یه آدمی هم یه سری کارا بکنه ولی خیلی هزینه مدیریتی از شما نمیگیره اون دو درصدی که گفتم فاندایی که اکتیو منج میشن میگیرن این نمیگیره <تص> مثلا سال 1990 بیست سال پیش سی سال پیش سی سال پیش شبکه عصبی نورال نتورک داشتن که پیر ترید میکردن پیر ترید اینه که مثلا سهام یه شرکت اگه بره بالا یکی دیگه میره پایین و تا از این میتونی پول در بیاری اون موقع مثلا الگوریتم کامپیوتری پسیو این کار اتوماتیک انجام میداد نه سال 2000 علاوه بر رو پیر ترید یه کارهای دیگه میکردم میومدم مثلا واکنش بازارای اکسچنج مثلا پول یه کشور رو به یه کشور دیگه تبدیل کنی عددی که بالا پایین میشه از اونم مثلا کامپیوتر میتونست پول در بیاره ارز آره ارز آفرین الان فلش ترید مثلا کامپیوتر رو میتونن بکنن مثلا آنی <laughs> چیه؟ آن؟ <laughs> ایمان داره با دستش فلش 16 فلش ترید. خب حالا یه سوال بپرسم گفتی که اونایی که ا... ا... اکتیولی منیج میشن اسمشون میچوال فاند یا فارسی فارسی چیزی گفتی سبد صندوق ما... نمیدونم دقیقاً ف... بهش میگن سبد آره س... یه صندوق هم باشه صندوق هم چی چی آه. میشه اون فلش تریدینگ رو یه توضیح بدید خب بذار قبل اینکه توضیح بده پس من سوالام کامل آه. کنم بعد اون اینا که پسیولی چیز میشن پسیولی منیج میشن اسمشون چیه مثلا مثالشون چیه مثلا ETF آها آره ETF نمونه یه که من معادل فارسی نمیدونم تو ایران مثلا ETF چه جوری میشه ولی احتمالا باید چیزی باشه که شاخص بورس ایران رو مثلا ترک بکنه دنبال بکنه آه. آره اکتیو اون مثلا مثل میوچال فاند این مثل ETF آره که درصد مدیریتی کمی از شما میگیره خیلی کمتر حالا بعد یه نمودار هست اینو خود اس اینا رو چیز میده این ریپورت ها رو میده بیرون میگه که درصد فاندهایی که به صورت اکتیو مدیریت میشن که تونستن شاخص رو شکست بدن <applause> خب شش تا مدل بازار مختلف بوده مثلا یو اس لارج کپ بوده کمپانیایی که بزرگن نمیدونم سمال کپ بوده کمپانیایی که کوچیکن توی این حالا شش <applause> <کتغوری های مختلف. تصفيق> تا کاتگوری مختلف کاتگوری مختلف بازه 61 تا 87 درصد فاندهایی که اکتیو مدیریت میشن شکست خوردن شاخص رو در شکست دادن شاخص شاخص رو بیت نکردن یعنی شاخص از اونا بهتر بوده یعنی یارو پول میگیره که یه فاندی درست کنه که از شاخص بازار بهتر عمل کنه ولی نمیتونه شیشکی براش میکشن نمیتونه قشنگ 61 تا 87 درصد یعنی اینا به میمون میبازن اصلا میمون اینا به شاخص میبازن نه یعنی اصلا ببین اصلا میمون خود شاخص رو برده بود فاند منیجر ها شاخص هم انز... نمیتونن بیت کنن انسان یعنی برید سرچ کنید ببینید فاند منیجر ها چقدر در اومدشون سوت میکشون چند میلیون دلار حالا اون خفناشه ولی مثلا معمولی تو بانک های اینجا مثلا از 140 دلار سالانه دارن تا نیم میلیون ها اینا اون خفنا هم که آره یعنی 61 تا 87 درصد این آدما شاخص بازار رو هم نمیتونن بیت کنن مهم. بعد همین اس ام شاخص بازار میشه ایندکس دیگه آره ایندکس اس uh, اومده یه ریپورت دیگه داده گفته که توی دوره پنج ساله که دسامبر سال 2011 تموم میشد فقط 37 درصد فاندا بودن که این مثلا اون عدد بالایی <تصفح> چند تا چیز دیگه هم اضافه کنم فقط 37 درصد فاندا بودن که اکتیو بودن و تونستن بیت کنن اینو داشته باشید توی اینترنشنال فاندا این مال آمریکا بود فقط ده درصد تونستن بیت کنن شاخص اینترنشنال رو بعد نکته جالب تر اینه اومدن دوباره دیدن که توی دوره های پشت سر هم چه درصدی از توی دوره پنج ساله چه درصدی از شاخص ها بودن که عین پنج سال توی پنجاه درصد فاند خوب شاخص ببخشید فاند چه درصد از فاندایی که توسط یه فاند منیجر مدیریت میشدن بودن که توی پنج سال توی پنجه درصد بالا بودن چند درصد؟ صفر چهار درصد از این درصد باریکن. اینو تصادفی انجام میدادن میشد شیش خورده ای درصد چهار درصد ام. یعنی حتی یه فاند امسال خوبه لزوما سال بعد خوب نیست سال بعد میفته نمودارش زیره ام. خط فرق شاخص بعد این وسط یه سری آدما. که احتمالا تمایل به پوشیدن شلوارایی دارن که به کفش نمیرسه میگن که این فاندایی که اکتیو مدیریت میشن توی مواقع بحران بهتر عمل میکنن مثلا بحران اقتصادی سال 2008 که بازار افتاد چون اکتیو بوده و میتونسته حالت دفاعی به خودش بگیره اونجا بهتر عمل میکنه اینجا هم دروغه یه شیشکی دیگه 70 تا 85 درصده دوباره این فاندا توی بحران هم شکست خوردن در جلو زدن از شاخص یعنی شاخص بازم از اونا بهتر عمل کرد توی بازه زمانی نه توی یه روز چرا به شاخص مشکل چیه مشکل این که این فاندای که اکتیو مشکل زیاد زیاده میشه. واقعا یه دونه دو تا نیست بگو او مثلا یه میوچوال فاندی طراحی شده که فلان شاخص رو شکست بده خب بعد شما این نمودارا رو نگاه کنید علاقه من به سرمایه گذاری که باشید یه لفظی هست به اسم ام -E یه درصدی داره فرهاد میدونه بله منیجمنت اکسپنس که این به شما میگه که چند درصد از پولی که شما دادید رو اون منیجر ور میداره فاند منیجر مثلا این عدد دو نیم درصده دو نیم درصد پول شما رو اون ور میداره مثلا میبینی که فان توی سال چون ده درصد سود داده دو نیم درصدش مال اون آقاه دستش آره سه سه شما هفت و که شاخص هم نتونستن بیت کنن یعنی پولو مینداختی تو شاخص الگوریتم کامپیوتری 94 درصد موارد نمیتونن بیت کنن آره اون شلوارم دیگه چیز نمیشه بعد مثلا این منیجمنت فیا بالا پایین که میشه ما فکر میکنیم عددش خیلی کمه یه مثال سی ساله براتون بزنم حال کنی شما دیگه. فرض کن ده هزار دلار رو خیلی به اون حال نشون دیگه اصلا دیگه افتادم به لرزه <تص> شما فرض کنید که ده هزار دلار پول, پول رو, سرمایه گذاری میخواستید بکنید توی بازه سی ساله یعنی ده دلار گذاشتی سی سال بهش دست نزدید یه سهامی هست که منیجمنت فیش یک نیم درصده پولی که اون منیجر آقای منیجر برمیداره یه سهامی هست دو دهم درصد خب یعنی اون اولیه میتونه میون چال فان باشه دومی دو مثلا ETF که باز ETF هم دو دهم ده کمتر ETF چیه اکسچنج ترید فاند یا همچین چیزی okay. یا هم فکر کنم اونی که منیجمنت فیش 1.5 درصد 10000 دلار رو تو سی سال میکنه 115000 دلار رو هش... 582 mm -hmm. اونی که دو ده اینو میکنه 165 هزار رو بیست و 223 اختلاف 43 درصدی با هم دارن آه. یعنی اینکه شما 5 هزار دلار دادی به آقای فان منجر که پولتو از چیزی که خیلی راحت تر میتونه رشد کنه کمتر رشد بده. بده. چرا خوب خب این فان منیجر چه هر بی دارن چی دارن میان جلو که؟ این بسط... سوال آه برو. این سوال 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 این برمیگرده به اون استاد 150 تا 50 تا یعنی دیکونیم درصد ازش کم شده آره آه خب اینا کم شده آش داشتم میگفتم مثلا ما میگیم یکی یکونیمه یکی دو دهمه به خودت میگه حالا مثلا اینا فرقی نداره ولی میبینی تو بازه سی ساله 50000 دلاره ببخش بخیر خیلی خواهش این فان چی دارن یعنی ج... شلوار کوتاه چی راه <applause> <applause> میدن که ما مثلا تغییر میشیم میریم پولمون رو میدیم دست اونو مثلا اونو پول داره اداره کنن واسه ببین سرمایه گذاری که باب شده یعنی شرکت که وارد بورس شدن این نوع رایجش بوده چون من و توی آدم عادی وقت هم. نداشتیم که بریم تحقیق کنیم بریم مطالعه کنیم بالاخره یه حرفه خاصیه یه سری آدم بودن که این کار رو انجام میدادن برای شما سبد طراحی میکردن شما سرمایه گذاری میکردن از وقتی که حالا بورس به وجود اومده مم. که من نمیدونم که خب این شیوه سنتیشه ولی از یه جایی به بعد گفتم مثلا سال 1990 الگوریتم های کامپیوتری چیکار میکردن از یه جایی به بعد دیدن که بر اساس آمار ارقام دیدن الگوریتم کامپیوتری که سعی میکنه دقیقا شاخص رو کپی کنه داره با اختلاف بهتر از آن منیجر عمل میکنه ولی من یه خبر خوب این دلیل دوم اینا از ناآگاهی آدم ها هم میتونن استفاده کنن یعنی مثلا یه فان منجری میاد به شما میگه که یه اسمش چیه فاینانشال ادوایزر میگه مثلا شما پولتون رو بدید و من انقدر رشدش میدم من شاخص بیت میکنم <خصف> دستتونو می کف دستتون رو میتونید نشونشون بدید با کف دستتون صحبت من. Uh, من خبر خوب دارم ما میخوایم یه دونه فاند منیجر بزنید <تصفح> 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 من 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 فاند فاند منیجر یه میخواییم میمون بذاریم این پوش سبت توضیح کنیم خود خودکست خود فاند <تصفح> <تصفح> آره دستوارد شماره دو شاخص فاند منیجر رو بیت کرد سقرا کبرا رو چیدیم میمون شاخص رو بیت کرد شاخص فاند منیجر رو بیت کرد دوایی شده پس میمون فان منیجر رو بیتکر. بیت کرد خواهش یعنی پس از این کاش شغل فان منیجر در بیارم <تصف> به خوبم میکروفون رو بدم قطعا تو اصلا همینجوری یه رفرنس بزنیم به اپیزود های فصل چی بزنیم؟ رفرنس فلاش فلاشبک رفرنس گو خب بزنیم یعنی پس شغل این فان منیجر محترم تو مثلا چند سال آینده امکان داره که مثلا نه فقط اونا تمام شغل هایی که قابلیت اتوماتیک شدن دارن اینا در آینده از بین خواهد رفت توسط کامپیوتر آره من بگم این حالا فان منیجر ها در واقع این سرویسی که بعضی بانک ها بعضی از فانش و ها چیزهای مختلف میان مالی. ارائه میدن محسسات مالی میان ارائه میدن باید ارائه داده بشه یعنی باید جزو در واقع سرویس های کاریشون باشه برای کسایی که دانش حالا رفتن توی اینترنت و خوندن اینجور چیزها رو ندارن دقیقا همون چیزی که تو گفتی میان از کمبود دانش مردم استفاده میکنن و یه سری سرویس ها رو میفروشن حالا اون کسی که اومده حالا شاید واقعا بلد نیست با کامپیوتر کار بکنه یا حالا سن خیلی زیادی داره یا شاید واسه حوصله نداره بره در موردش بخونه مجبور میشه که اون آره اون هزینه رو پرداخت بکنه دیگه آره ولی خب الان خیلی راحت آدما میتونن خودشون شروع کنن سرمایه گذاری کردن خیلی راحت فرمای مختلف خیلی آره فقط کار با کامپیوتر برات باشی خودت تو این کار میکنی من الان ارجاع میدم شما آقای وارن بافت ای بافت وارن بافت چند بود آخر مال که 89 و نیم بیلیون احساس کردی باشه 89 و نیم بیلیون میگن که هیچ کس تو دنیا نیست که مفهوم کامپاند اینترست سود مرکب بله به خوبی آقای وارن بافت فهمیده باشه یعنی ایشون به معنای نزول خور واقعیه نه نزول خیلی آدم باهوشیه و 80 درصد زمان روزش رو مطالعه میکنه اون قانون 80 20 اینا رو که ما وقته بهش اشاره کردیم به جون که مثلا هی کار کنه 80 درصد مطالعه میکنه تو اون 20 درصد کار میکنه یه تصمیمی میگیره که بر مبنای اون 80 درصد از ریپورت های مختلف میخونه نمیدونم روزنامه میخونه اینا اینا یه تصویر میگیره تون 20 درصد تایم که همه رو بیت میکنه ایشون یه عالمه کتاب داره یه سری آدما هستن که کتاب ایشونو میخونن بدون اینکه بفهمن درسته بله. شاید هم بفهمن این جمله که گفتن من نقل کنم از ایشون آقای بافت گفتن گفتن که شما اگه مرتب یعنی فریکونتلی به صورت مرتب مثلا ماهی یه بار دو هفته یه بار بری روی یه ایندکس سرمایه گذاری کنی مثلا S&P 500 ایندکس شاخص بورس ایران شاخص بورس چین هر چی اه. سرمایه گذاری که هیچی نمیدونه آماتور من و شما هیچ چیزی از سرمایه گذاری ببخشید نمیدونیم میتونیم سرمایه گذاری سرمایه گذارهای حرفه ای رو شکست بدیم بزاره. یعنی سودی که دوباره ما دوباره همون میمون وار ما این کارو بکنیم اصلا میمون راحت میمون آخر ایندکس هم بیت میکنه ما نمیخوایم رو بیت کنیم طولانی مدت باشه آره ممکنه یه شبه یا روی معامله پرسود بکنه ولی اون فردا ضرر میکنه تو اگه مرتب دو بزاری. هفته یه بار هفته یه بار ماهی یه بار هر چقدر بری فقط پول تو تو ایندکس توی این الگوریتم کامپیوترهایی که ایندکس رو دارن دنبال میکنن یه ETFی که منیجمنت فیش مثلا 4 یه درصده شما در بلند مدت سرمایه گذارهای حرفه رو شکست خواهید داد سودتون بیشتر خواهد بود و پارادوکس جالبیه میگه وقتی یه احمق تصدیق میکنه که احمقه دیگه احمق نیست <applause> <applause> خدافظ بوم <applause> این بیا اینا چون جن... که... فرض کن چی فرهاد بگو اینجا خودمونی آره فرهاد سال 2020 دو سار سارو... بچه دار شده بعد یه ذره میخوام مفهوم آه تبریک میگم کامپاند اینترست رو بگم مبارک خب. باشه <applause> اسمش رو خاطر <بخواهد> بذار ایمان دختر بود چی ایمان ایمانه ایمانه خب فرها تصمیمی <applause> که سال بچه دار میشه سال 2020 این بچه باید بره دانشگاه دیگه 18 ساله شد سال 2000 38 خب هشت. هشت. تو فرض کن لحظه که به دنیا میاد اگه باشه که اینطوری که میبینم بعید بدونم نه هوش بچه به مادر میره حالا تصمیم میرفتیم که خب اگه ماهی 100 دلار فقط یعنی پول شام آه. دو تا شام. شام خیلی اگه ماهی از لحظه که بچه به دنیا اومد تا 18 سالش بشه سال 2038 یه جوری قطعی میگی ماهی یاده تو 100 دلار برایشون سرمایه گذاری کنی رو ایندکس تازه من بدبینانه ایندکسی که 6 درصد بهت میده رو حساب کردم بیشتر از این میده اوریج تو فرض کن 18 سال 6 درصد خیلی لو ریسک به شما بده بعد از 18 سال 2038 شما پولت شده 38735 دلار این کامپاونده؟ بله خب خب میشه حساب سو... کنید چه ما گذاشتیم بله سود شما 17135 دلار بوده 17000 دلار یعنی بچهتون با... کسی داره بچه دار میشه از الان براش توی ایندکس ماهیانه آقای وارن بافت مثلا اصلا دیشکی نیستم ایشون گفتن ماهیانه بذاری توی ایندکس وقتی 18 ساله شد یه عالم پول داره یه سوال بپرسم بفرمایید این به نظر توی ایندکسی مثلا توی کشور مثل ایران هم... جواب میده؟ باید جواب بده اگه نده اقتصاد تعطیله. اگر... من نمیدونم من بازار ایران نمیشه ایران سن. سن. ولی اگه تو بلند مدت ایندکس جایی منفی باشه که خب اقتصادش داره کوچیک میشه. من دیگه ب... با... یعنی تو بحران اقتصادیه بحران اقتصادی چیه وقتی که شاخص منفیه مثلا تو ETF ای ایران رو میای کنار سبد تا حالا جای دیگه اونقدر رشد میکنن دیگه اثر منفی نه نه منظور من اینه که کسایی که تو ایران هستن خب شاید نمیدونم کسایی که تو ایران هستن دسترسی دارن که بتون... بتونن توی مثلا ETF من زیاد تبلیغ میدیدم توی فورکس و اینا مثلا میتونن سرمایه گذاری کنن از کن. میتونن دسترسی آره قطعا میتونن من مطمئنم حسن. که میتونن خلاصه که چیز مفهوم سود مرکب کامپاند آقای وارن بافت هیچ راحت فقط شاخص رو دنبال کنیم بردیم میتونیم راحت شلوار معمولی بپوشیم اگه هیچی هم نشیم این فاینانشال ادوایزر آخه بعدش اینه اینا هم یه چیز اضافه تر میگیرن یعنی اضافه آه. تر بر اون میگیرن می لازم جان یه آدم نه همین دیگه میگن سرمایه‌گذاری کنید خیلی مهم. الان که سوال فانشال داشته باشی میتونه به حساب شخصی شما مثل نه بابا من که کسی نیست کارون آخر اپیزود چیزش تبرگم من فرقا رو میسید ساعت های مختلف بگیرم هر هفته با یه ساعت بیام همه رو بچین مثل الانگو نه رنگ مختلف انگوشتر بزرگ هم بگیرم ساعت های رنگ هم حتما یه مدر خاصی باید باشه تمام کنی؟ بحث شیرین و جالبی خلاصه از هرمی و اینا شروع کردیم و میمون ب... ادامه دادیم میمون ادامه دادیم هفته دیگه نمیدونیم براتون چی دادیم آره خیلی خب با, با جالب خواست بگی نه با جالب داری فکر نکنم جالب, جالب بزرد. خیلی بزرد. بزرد. یه جالب یه جال... دو تا جالب زرد بگیم بگو. یه صورتی بگو نزار. یکی راجب برنامه پرشاز گاد تالنت میخوام صحبت بکنم ای نظر ای نظر شخصی, شخصی. هیچ چیز خاصی نیست اینه یعنی که قبل اینکه با این برنامه شروع بشه اینا خب یه تیزر ازش میمد و میدونستیم داورا کیان و اینا خب من یه قضاوتی کردم نسبت به شناخت خیلی سطحی که داشتم روی از کی سه تا از داورا سه تاشون سه تاشون چون اون نفر سه آدم چرا سه تا چون نفر چهارم که نازنینه رو من اصلا نمیشناختم از قبل آره. برای احساسی هستن همین... آره بعد خلاصه این برنامه که شوشاد کلا اون قضاوت من اشتباه در اومد و افراد من رو بیت کردن مثل آره مثلا من حس میکردم آقای اوی خیلی احساسی برخورد کنه حالا چون شخصیت خیلی روف و دوست داشتنی دارن اینا ولی خب نسبت به بقیه جاج ها دیده میشه که جاج ها داور ها آره خب خیلی به نسبت بهتر مثلا نظر میدن و اینا بعد حالا کاری به آقای اوی و چیز آقای آرش خانم و خانم افشار ولی مهناز افشار خیلی روی اصحاب من بوده توی این, تو این برنامه آره دو. و خیلی چیز خیلی سطیوار و خیلی عجیبی بی... نظراش میگه و اعلام میکنه بگم چرا تاثیر به تماشاگر نگاه میکنه و اینا من آخه خب آقای ابی که خب به حال دیگه استاد خوانندگی ان دیگه یعنی آه. چندین ساله که دارن این کار رو انجام میدن و خب به قول معروف یه داور به تمام معنا هستن داور به تمام معنا قول معروف نیست یه داور به قابل. تمام معنا و قابل هستن قبل. و ایشون میتونم بفهمن که این نفر رو خوب میخونه یا نمیخونه خب خوب راجع به خوندن آره آره راجع خوندن ولی خب آرشم که فکر کنم فقط راجع به آهنگ دیگه؟ و آرتیست دیگه اونم میتونه در مورد آواز و آهنگ و اینجور چیزا نظر بده درسته خانوم افشار فکر نکنم در این مورد صاحب نظر باشن حرف درسته ولی خب بقیه هم... نه نه می... حالا چیزها نگفتم ولی نمیدونم چرا نظر مثلا نظر... وقتی یکی نظر کارشناسی میده. درست نیست دیگه بگی من احساس کردم خوبه من چ... به کی داری میگن خانو, خانو, خانو افشار مثلا یه طرف میاد میخونه آقای ایبی میگن که من به دلم مثلا اینجا مشکل اصلا. داشت و مثلا اینجا خوب نبود آرشم میگه آره مثلا من با اینجا مخالفت مثلا مخالفت میکنم و اینجا خوب نبود خانو افشار میگن فری منو بردی به یه حس و حالی که من قریب بودم و رو برگردوندی و من خیلی دوست داشتم حالا منم من اونقدر به این نش... چیز نه چون ه... این داورا چهار دو... تا طعم مختلف از داوری و بعد به چیز بذارن احساس کنم خیلی شبیه همن هم اتفاقا ولی من این که خیلی احساسی عمل میشه از قسمت مهناز افشار یکم انتظارات من نسبت به مهناز افشار بیشتر, بیشتر بود این آره. سوال چیه حالا نمیم بریتنز گاد تالنت یا بقیه این تالنت شوهایی که وجود داره این داورایی که هستن از اخشار مختلف یعنی از حرفه های مختلف درسته؟ نمیدونم راستش ولی میدونم آدم های می معروفه من خیلی رو دنبال نکردم احتمالا دیگه خب. <تصفح> نه حالا بعضی وقتا کار نمیکنه دیگه بعضی وقتا یه مجموعه جای اون آدم ممکنه اونجا نباشه به با عنوان نباشه. بازیگر احتمالا ما خیلی دوستش داریم شخصیتی ممکنه دوستش داشته باشه ممکنه خب. جاش اونجا نباشه به همین سادگی <تصفح> ولی چیزی که هست به نظرم حالی یه مشکلی هم که الان شاید وجود داره اینه که خیلی برنامه نوعیه یعنی توی چهار تا چهار هفته شاید هنوز جای خودشو پیدا نکرده اون داورایی که هستن هنوز واقعا جای خودشون رو تو اون برنامه پیدا نکردن و آره نشان خودشون دیگه صد درصد جلوتر بره چون بقیه تالنت که وجود داره این سال الان دارن برگزار میکنن سال فکر کنم 2005 من دیدم اینا و احتمالا هر تر تبره بهتر میشه ایشالله بعدش چی ایشالله بعدیش خب این, این اپیزود کنم دو هفته دیگه میاد الان یه جر و بحثی توی رپ فارسی پیش اومده <تصحي> بین ملتفتی ها و اعضای زدبازی بازی. زد چیه؟ ملتمند. گروه ملتفت مهیار و هیچ مهدیار مگه نبود بود ولی خب لیبلش تغییر نام داد چند تا عوض شد سامت شد بعد آه. سامت پس آره اینا به جون هم افتادن و یه سری انتقادات ده. وارد و ناوارد دارن به هم میکنن ب... من منتظر آلبوم هیچ کس هم دیگه آلبوم تو بدی بردیم بعد یه سری این وسط میگن همه اینا به خاطر اینکه حالا هیچکس داره برمیگرده میخواد حالا ی... ولوله قبلش بشه و داره مثلا بازار گرمی میشه و اینا یه سر تا میگه 5 نفر اون پشت هستن که خط دارن میگیرن ایلومیناتی ولی خب واسه من خیلی جالب ببینم تاش چی میشه و تاش معمولا ختم به خیر میشه همه چی. هر چی باشه نه آخه این داستان <applause> کارهای <applause> سایت های شما دیگه میگن شما اون, ورخی اون, ورخی اون, ورخی اون ور خیابون وایس ما این ور من فوش میدیم نه ولی بیشتر یه مدت بود رپ فارسی خیلی سالم شد و هیچ به هیچ گیر نمیداد همه کیزی رفیق آره شدن کار میدادن و اینا جذاب نبود هم دیگه دیس و دیس بک کشی بکنن الان یهو مثلا دوباره میفتن احتمالا به جونه هم بال میشه آخه الان میشه. بحث سر اینه که کسایی که مثلا ادعای مردم دوستی رو میکنن دارن تبلیغ و ترویج سایت های شرط بندی و کازینو هم برده اونا من باید یه اپیزود برم که خب این خودش خیلی قابل بحث و خود به دات کن. جا, جا کارداری این بحث جاگاردار ما میگیم تمامش بکنیم <applause> ما توی تمام فضای مجازی اسم توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام. اگر که میخواین تصویری این اپیزود رو ببینید توی یوتیوب میتونید تماشا بکنید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی که برمیگنید فیلن